هفته گذشته نیروهای امنیتی مصر با ابراز نگرانی از تامین مخارج برخی سازمان‌های غیر دولتی از سوی منابع خارجی به دفاتر عبد موسی که مراکز اصلی شمار آنان در امریکا قرار دارد و در امور داخلی این کشور دخالت می‌کردند، حمله کرده اموال آنان را توقیف کرده بود که این اقدام با واکنش تند برخی کشورها و سازمان ملل متحد روبرو شد. ایالات متحده این حرکت را اقدام در جهت حمله بر ارزش‌های دموکراتیک عنوان کرده، گفته بود ممکن است در پرداخت کمک‌های نظامی 1,300,000,000 دلاری سالانه‌اش به مصر تجدید نظر کند. اما در تازه‌ترین موارد، فیض ابو نگا وزیر همکاری‌های بین‌المللی مصر از حمله اخیر نیروهای امنیتی کشور است به دفاتر چند گروه هواداران دموکراسی و حقوق بشر دفاع کرده گفته است این حمله بخشی از تحقیقات در مورد سازمان‌هایی بوده که بودجه سیاسی دریافت می‌کردند اما مجوز قانونی نداشتند. از سوی هم مخالفان دولت مصر میگویند مقامات این کشور برای تحقیق در مورد گروه‌های حقوق بشر سریع عمل میکنند. در حالی که تاکنون افرادی را که مسئول کشتار تظاهرکنندگان در زمان قیام مردمی علیه حسنی مبارک بودند تحت محاکمه قرار ندادند. پیش از این نیز وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده بود که مصر اطمینان داد نیروهای امنیتی کشورش حمله به ادارات سازمان‌های غیر دولتی را توقیف خواهد کرد. ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از مقام‌های مصری خواسته بود هر چه زودتر حمله بر سازمان‌های غیر دولتی را متوقف کرده و اموال توقیف شده این نهادها را برگرداند. شورای نظامی حاکم در مصر بارها گفتند دخالت خارجی‌ها در امور داخلی این کشور را تحمل نخواهد کرد. گفتنی شورای عالی نظامی مصر در ماه فوریه سال جاری میلادی پس از کنارگیری حسنی مبارک از قدرت زمام امور در این کشور را به دست گرفت، ولی باشندگان این کشور بارها در تظاهرات گسترده خواهان کنارگیری نظامیان از قدرت شدند.